او به همراه آرداشز اوبانسیان نخستین فرهنگ واژگان سیاسی در ایران را به رشته تحریر درآورد. او در سال 36 دستگیر و یک سال پس از آن به اعدام محکوم و تیرباران شد. سرهنگ علی زیبایی بازجوی اصلی بازداشت شدگان حزب توده که بعدها کتابی را به نام کمونیسم در ایران نگاشت، در کتاب خود نقل می کند که خسرو روزو در بازجویی ها به قتل محمد مسعود، یک روزنامه نگار مستقل در سال 1326 و همچنین قتل 4 تن از اعضای حزب توده اعتراف کرد که به خاطر خیانت به حزب و فروش اطلاعات به پلیس پس از 28 مرداد مورد زن قرار داشتند. روز به اعتراف می کند که معتقد بود ترور یک روزنامه نگار شناخته شده و ضد دربار مانند محمد مسعود کشور را به وضعیت دو قطبی رسانده و حزب توده را افراطی‌تر و رادیکال‌تر